سازمان ملل متحد در گزارش سال 2019 خود از وضعیت مواد مخدر در جهان نسبت به افزایش شمار آسیب دیدگان ناشی از مصرف این مواد و به ویژه مشتقات تریاک هشدار داد. بنابر گزارش این سازمان 271 میلیون نفر، معادل 5.5% مردم 15 تا 64 ساله جهان در سال گذشته مواد مخدر مصرف کردند. همزمان 35 میلیون نفر با آسیب‌های حاصل از مصرف مواد دست به گریبان هستند، در حالی که از هر 7 نفر تنها 1 نفر درمان مناسب را دریافت می‌کند. بنابر داده‌های دریافتی، مشتقات تریاک در رده نخست عوامل مرگ و میر بر اثر مواد مخدر قرار دارد. در سال 2017 حدود 585 هزار نفر در اثر مصرف مواد جان باختند که 2/3 این تعداد مربوط به مشتقات تریاک بوده است. در همین حال طبق این گزارش 11 میلیون نفری که از راه تزریق مواد مخدر را دریافت می کنند بیش از همه در معرض آسیب و بیماری قرار دارند. بیش از نیمی از آنها مبتلا به هپاتیت سی هستند و حدوداً از هر 8 نفر 1 نفر ناقل بیماری ایدز است. افغانستان با 263 هزار هکتار زمین زیر کشت خشخاش بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان به شمار می رود. این کشور به تنهایی 82% تریاک جهان را تولید می کند. بعد از افغانستان، میانمار با 37300 هکتار زمین زیر کشت و مکزیک با 30600 هکتار در رده دوم و سوم قرار دارند. بزرگترین و تنها راه قاچاق هروئین جهان نیز از طریق مسیر بالکان است که منشأ آن از طریق افغانستان و سپس ایران می‌گذرد و 47% کل میزان هروئین و مورفین کشف شده در جهان در سال 2017 در کشورهای درگیر این مسیر ضبط شده است.